سلام دوستان، به فاکس موویز خوش آمدید. در این ویدیو یک فیلم ترسناک جنایی را از سال 2024 به اسم لانگ لگز خلاصه میکنیم. لطفاً قبل از شروع ویدیو لایک و کامنت را فراموش نکنید. فیلم در دهه 1970 شروع می شود با یک ماشین که در جاده‌ای در حال رانندگی است که بعد مقابل خانه‌ای پوشیده از برف توقف می کند. یک دختر بچه ماشین را می بیند و کنجکاو می شود. بنابراین دوربین پولاراید خود را بیرون می آورد. همانطور که به سمت ماشین می رود صدایی می شنود و ناگهان بر می گردد. دخترک با مردی قد بلند با پوست بسیار رنگ پریده روبرو می شود. مرد رنگ پریده اونو دختری که تولدش نزدیک است می نامد و اشاره می کند که امروز لنک هایش دراز است. پس از آن صحنه به 20 سال بعد تغییر می کند. جایی که ما شاهد حضور کارگاهی به نام لی هارکر در جلسه FBI هستیم. لی و پارتنرش برای جستجوی یک مظنون به قتل سریالی مصاحبه های خانه به خانه انجام می دهند. وقتی به محله مورد نظر می رسند لی چیز عجیبی حس می کند. و به خانه تصادفی اشاره می کند و می گوید قاتل داخل است. پیشنهاد می کند که با نیروهای کمکی تماس بگیرند. اما پارتنرش توصیه می کند که در روز اول ماموریت خود نباید از روی حس ششمش پیروی کند. از اونجایی که لی کاملا مطمئن است پارتنر قبول می کند که برود نگاهی به خانه بیاندازد. اما به محض باز شدن در... قاتل بهش شلیک میکند و لی به وحشت میافتد. خودش را آرام میکند و با احتیاط برای دستگیری مجرم وارد خانه میشود. در کمال تعجب لی مجرم روی تخت نشسته و آماده است بدون مقاومت تسلیم شود. در سکانس بعدی لی تحت یک سری تست های روانشناسی قرار میگیرد تا مشخص شود که آیا توانایی های غیبی یا روانی دارد یا خیر. بعدن میبینیم که با موافقش کارتر و مامور براونینگ در ماشین نشسته. کارتر تحت تأثیر قرار گرفته که در طول آزمایش چگونه لی چندین بار اعداد را به درستی پیش بینی کرد. اونا معتقدند که لی توانایی های روانی دارد و ازش برای حل یک پرونده پیچیده کمک می خواهند. کارتر به لی در مورد پرونده لنگ دراز که مربوط به یک سری قتل است اطلاع می دهد. فاش می کند که هر پرونده پدری را شامل می شود که همسر و دخترش را قبل از اینکه خودکشی کند به قتل رسانده. یک نامه رمزگذاری شده با امضای لنگدراز همیشه در صحنه باقی میماند، اما دستخط با هیچ یک از اعضای خانواده مطابقت ندارد. کارتر در مورد آخرین مورد نیز صحبت میکند که در آن مرد 61 ضربه چاقو به همسرش زده بود. کارتر همچنین فاش میکند که اونا 10 نامه رمزدار دارند و در 30 سال گذشته 10 خانواده به این شکل ذبح شدند. براونینگ تمایلی ندارد که این پرونده نگران کننده را به لی بسپارد چون اون یک تازه کار است، اما کارتر اصرار دارد که اونا گزینه دیگری ندارند. پس از این کارتر لی را به دفتر خود میبرد و عکس‌ها و اسنادی در مورد خانواده‌های قربانی در اختیارش قرار میدهد. لی میپرسد که این خانواده‌های قربانی چه وجه مشترکی داشتند و کارتر فاش میکند که هر کدام یک دختر داشتند که در 14 ماه به دنیا آمدند. پس از آن لی دست به کار می شود و شروع به بررسی پرونده ها و مقالات می کند. به یک تماس اضطراری مربوط به آخرین مورد گوش می دهد، جایی که پدر دیوانوار ادعا می کند که دخترش دختر خودش نیست. در واسط تماس ظاهراً چیزی کنترل اون را در دست می گیرد و باعث می شود به خانوادهش حمله کند. همچنین یک سری تصاویر گرافیکی و دلخراش از صحنه جرم می بیند. در حین کار روی پرونده لی خسته می شود و در نهایت روی زمین به خواب می رود. مدتی بعد کارتر از راه می رسد، بیدارش می کند و اونو برای نوشیدنی دعوت می کند. لی یافته های خود را توضیح می دهد. فاش می کند که هیچ گونه ورود اجباری به خانه وجود نداشته و هیچ کس دیگری به جز اعضای خانواده در خانه حضور نداشته. همه قربانیان با اشیایی که از قبل در خانه بود کشته شدند، مانند تفنگ ساچمه‌ای ثبت شده و چاقوهای آشپزخانه. لی حدس میزند که لنگدراز ممکن است پدران را به ارتکاب چنین اعمال وحشتناکی مشروط کرده باشد. این دو بعد بار را ترک میکنند و چون کارتر مشروب خورده لی اونو به خانهش میبرد. با رسیدن به خانه کارتر اونو داخل دعوت میکند و به همسرش آنا و دختر کوچکشان روبی معرفی میکند. داخل اتاق روبی دخترک از لی میپرسد که آیا همیشه میخواست مأمور FBI شود، اما لی میگوید که واقعا میخواست بازیگر شود.
دخترک بعد لی رو به جشن تولد آینده خود دعوت میکند که لی میپذیرد. پس از مدتی لی به خانهش وسط جنگل برمیگردد و با مادرش رود تماس میگیرد. مدتی با هم صحبت میکنند و لی میگوید که به دلیل یک پرونده نگران کننده که روی آن کار میکند استرس دارد. درست همان لحظه یک ضربه ناگهانی به در میخورد. این لی را نگران میکند و بلا فاصله تماس را قطع میکند. از پنجره بیرون را چک میکند و متوجه شکلی در دور دست میشود. با دیدن این با اسلحه بیرون میرود اما کسی را نمیبیند. با این حال پس از آن متوجه یک چهره داخل خانهش میشود و اون به سرعت برای مقابله با مهاجم برمیگردد. اما میبیند که آن رفته. در عوض پاکتی پیدا میکند که روی آن نوشته شده قبل از 14 ژانویه بازش نکن. بدون توجه به این موضوع لی پاکت را باز میکند و نامه ای از لندراز پیدا میکند که تولدش را بهش تبریک میگوید. همچنین یک یادداشت رمزگذاری شده کشف میکند که با کمی تلاش موفق به رمزگشایی آن میشود. یادداشت هشداری وحشیانه از لندراز را نشان میدهد که میگوید مادرش را خواهد کشت. صبح روز بعد تیم FBI به یک صحنه جرم میرسند، جایی که خانواده دیگری به همان شیوه معمول به قتل رسیدند. نامه ای از لندراز نیز در صحنه کشف شده. به نظر می رسد اونا یک ماه پیش کشته شدند، اما هیچ کس اونا رو بررسی نکرده چون می خواستند برای تعطیلات بروند. به علاوه تولد دختر خانواده در 14 ماه آینده است. ماموران بعد به اتاق خواب اصلی می روند، جایی که براونینگ به لی و کارتر اطلاع می دهد که جسد پدر در گاراژ است، با گلویی بریده که به نظر می رسد توسط خودش انجام شده. اونا همچنین یکی دیگر از اعضای مرده خانواده را کشف میکنند. بدنش آنقدر پوسیده و کثیف است که مگس‌ها روی آن هجوم آوردند. این منظره عمیقاً لی را پریشان میکند و بعضاً به مادرش میگوید که در حال کار روی یک پرونده ناراحت کننده است و سرش خیلی شلوغ خواهد بود. با شنیدن این حرف رود دخترش را ترغیب میکند که به کلیسا برود و دعا کند و میگوید که این کار اونو از شر شیطان محافظت میکند. همچنین امیدوار است که لی را در روز تولدش که هفته آینده است ببیند. به دنبال این موضوع لی تحقیقات خود را از ابتدا آغاز می کند. کتابی به نام دایره های جهنم می خواند که توضیح می دهد چگونه شیطان پرستان از الگوریتم خطی برای علامتگذاری تاریخ های مهم استفاده می کنند. بعداً با کارتر ملاقات می کند و یافته های خود را ارائه می کند. لی نشان می دهد که هر خانواده یک دختر 9 ساله داشتند که در 14 ماه به دنیا آمدند و همه قتل‌ها 6 روز قبل یا بعد از روز تولد دختران رخ داده. زمانی که در یک تقویم خطی ترسیم می‌شود، تاریخ این قتل‌ها نماد پنهانی یک مثلث وارونه را تشکیل می‌دهد که تنها یک تاریخ از دست رفته. این بدان معناست که لنگدراز احتمالاً در حال برنامه‌ریزی قتل دیگری در 13 ژانویه است تا الگو را تکمیل کند. اما لی بیان می‌کند که یادداشت‌هایی را که لنگدراز در طول سال‌ها به جا گذاشته رمزگشایی کرده. معلوم شود که تقریبا در همه این نامه ها به این اشاره کرده که 20 سال پیش چقدر از کشتن خانواده کامرا لذت برده. در آن زمان مردی همسرش را در مزرعه خانوادگی اونا به طرز وحشیانه‌ای به قتل رساند. همچنین قبل از اینکه جان خودش را بگیرد، کشیشی را که اتفاقا آنجا بود کشت. خوشبختانه دختر خانواده کامرا، کری آن، به دلیل اینکه در مدرسه بود از قتل جان سالم به در برد. این دختر از آن زمان تا کنون آسیب دیده و در بیمارستان روانی بستری شده. عصر کارگاهان تصمیم میگیرند در مزرعه خانواده کامرا تحقیق کنند تا ببینند آیا چیزی پیدا میکنند یا خیر. با چند صلیب روبرو میشوند که اونا رو به انبار میبرد و در نهایت یک محفظه مخفی پیدا میکنند. کارتر تخته چوبی محفظه را برمیدارد و عروسک بزرگی را که پنهان شده نشان میدهد. پس از آن عروسک را به پزشکی قانونی میبرند، جایی که یک پزشک فاش میکند که عروسک از چینی ساخته شده و در سر آن موهای انسان وجود دارد. همچنین برداشت میکند که دست ساز است. یک توپ فلزی مرموز نیز داخل سر این عروسک کشف شده. وقتی به آهنربا نزدیک میشود صدای عجیبی تولید میکند که باعث میشود لی چندین مار را در توهمات خود ببیند. همچنین میبیند که لنگدراز عروسک را ساخته و از آن به عنوان کریان یاد میکند. در صحنه دیگری لندراز را می‌بینیم که به یک سوپرمارکت می‌رود و چیزهایی از آنجا می‌خرد. بعد به یک کارمند نوجوان نزدیک می‌شود و رفتارهای عجیب و غریب از خود نشان می‌دهد. دختر می‌پرسد که چه می‌خواهد، اما دومی تاریخ تولد او را می‌پرسد. دختر پدرش را صدا می‌کند و می‌گوید که این یاروی چندش دوباره برگشته.
بعد از اینکه مغازه را ترک میکند، جیغ میکشد و دختر قبلی را مسخره میکند. در جای دیگری لی و کارتر برای ملاقات با کری آن کامرا به بیمارستان روانی میروند. مدیر اشاره میکند که در 20 سال گذشته هیچ کس اونو ملاقات نکرده بود، اما برای اولین بار یک نفر دیروز به دیدنش آمد. معلوم شود که کریان در حالت کاتاتونیک بود و توانایی تعامل با دیگران را نداشت، اما از دیروز به طور کامل بهبود یافته. کارگاهان میپرسند که آیا بازدید کننده را دیده یا خیر، اما مدیر فاش میکند که اون دیروز سر کار نبود. بعد گزارش روز قبل را بررسی میکنند و از دیدن نام ثبت شده به عنوان لی هارکر متحیر میشوند. پس از آن لی به تنهایی به اتاق بیمار میرود تا باهاش صحبت کند. در کمال تعجب کری بلا فاصله اونو میشناسد و ادعا میکند که اونو در خانه مزرعه دیده. وقتی از کری در مورد دوران کودکیش پرسیده میشود، میگوید که مادرش ازش متنفر بود، اما پدرش مرد خوبی بود و به همین دلیل مادرش را کشت. کری همچنین بیان میکند که هرگز کسی را که دیروز باش ملاقات کرده فراموش نخواهد کرد. ادعا میکند که اون شخص ازش خواسته تا برای مردی که در طبقه پایین زندگی میکند کار مهمی انجام دهد. ناگهان کری نشان میدهد که حاضر است برای آن شخص هر کاری انجام دهد، حتی اگر ازش بخواهد از پنجره بیرون ببرد یا لی را با دستان خالی بکشد. با شنیدن این حرف لی مضطرب شده و در مورد عروسک دوران کودکیش میپرسد، اما کریان آن را به خاطر نمی آورد. روز بعد لی به کارتر میگوید که ممکن است لنگدراز برای کنترل پدران چیزی را در عروسک گاشته باشد که اونا را دیوانه کند و باعث شود همه را بکشند. اما کارتر شک دارد و این را مشکوک میداند که سرنخات تنها پس از پیوستن لی به این پرونده در جای خود قرار میگیرند. کارتر پیشینه لی را بررسی کرده و فاش میکند که چیزی نگران کننده در 13 ژانویه 1974 درست یک روز قبل از تولد لی رخ داده. در آن زمان مادرش گزارش داده بود که مردی رنگ پریده و عجیب مزاحم دخترش شده بود، اما شکایت هرگز پیگیری نشد. کارتر از لی در مورد مرد رنگ پریده سوال میکند، اما لی ادعا میکند که هیچ خاطره ای از آن ندارد. کارتر بعد اونو ترغیب میکند که به دیدن مادرش برود تا ببیند آیا چیزی میداند یا خیر. بعد از ظهر لی به دیدن مادرش میرود و اونو از قبل در انتظار خود میبیند. روت میپرسد که آیا دعا کرده یا خیر، اما لی اعتراف میکند که مدت زیادی است که دعا نکرده چون میترسد. لی انتظار دارد مادرش ناراحت شود، اما روت میخندد و میگوید که دعا به هر حال کمکی نمیکند. پس از این لی برای آشپزی به آشپزخانه میرود، اما متوجه میشود که مادرش ناخنها، دندانها و موهای اونو از کودکی حفظ کرده. درست همان زمان دوباره شروع به دیدن مارها میکند و روز قبل از تولد 9 سالگی خود را به یاد میآورد. در آن زمان شخصی به خانه اونا نفوذ کرده بود که باعث وحشت رود شد. لی از مادرش میپرسد که آیا چیزی از تولد 9 سالگیش را به یاد میآورد، اما دومی ادعا میکند که چیزی به خاطر نمیآورد. لی اشاره میکند که شخصی وارد خانه اونا شده بود، اما رود این را انکار میکند و اصرار دارد که هیچ کس هرگز برای دیدن اونا نیامده. لی وارد اتاق خواب قدیمیش میشود و جعبه‌ای پیدا میکند که حاوی وسایل دوران کودکی اوست. میان وسایل دوربین پولاروید قدیمی و چند عکس وجود دارد. از طریق یک فلشبک متوجه میشیم که دخترک ابتدای فیلم خود لی بود. زمانی که لنگدراز بهش نزدیک شد، لی ازش عکس گرفت، اما مادرش متوجه مرد عجیب و غریب شد و اونو از اونجا بیرون راند. قبل از رفتن لنگدراز هشدار داد که تا زمانی که به خواستش نرسد برمیگردد. در زمان حال لی با کارتر ملاقات میکند و عکس قدیمی از لنگدراز را که سالها پیش گرفته بود بهش میدهد. FBI به زودی با استفاده از این عکس اونو ردیابی میکند و در یک ایستگاه اتوبوس میگیرد. در طول بازجویی فاش میکند که اسمش دیل فردیناند کوبل است. لنگدراز در مورد لی پرسجو میکند و وقتی ازش پرسیده میشود که اونو چگونه میشناسد، طرف نشان میدهد که لی دوست یک دوست است. بعد به طرز عجیبی تولد از مبارک را برای لی میخواند و میگوید که تولدش نزدیک است. بعدن براونینگ، کارتر و لی درباره شواهد علیه لنگدراز بحث میکنند و اشاره میکنند که دستخطش با حروف مطابقت دارد. در حالی که واضح است که اون شیطان میپرستد، این در ایالات متحده جرم نیست. با این حال لی اصرار دارد که لنگدراز نمیتوانست به تنهایی این جنایات را انجام دهد و باید یک همدست داشته باشد. خانواده های قربانی باید چیزی یا شاید یک عروسک از کسی که میشناختند و بهش اعتماد داشتند دریافت کرده باشند. لی میخواهد از لنگدراز بازجویی کند، اما کارگاهان مردد هستند چون به نظر میرسد این مرد شخصا اونو میشناسد.
اما چون مثلث معکوس هنوز تاریخ ندارد و امروز 13 ژانویه است، اونا موافقت میکنند که بیلی اجازه دهند باهاش صحبت کند. به دنبال این لی وارد اتاق بازجویی می شود و لینگدراز با هیجان بهش سلام می کند و اونو دختری که تولدش نزدیک است خطاب می کند. وقتی ازش می پرسند به چه کسی خدمت می کند، پاسخ می دهد که برای مرد طبقه پایین، یعنی شیطان. لی بعد در مورد همدستش می پرسد، اما لینگدراز وانمود می کند که راهبه ای است که به خانواده قربانیان می رود. با وجود این لی همچنان فشار می آورد و اون در نهایت ازش می خواهد که از مادرش بازجویی کند. این لی را شوکه می کند، اما قبل از اینکه بتواند بیشتر پرسجو کند، لینگدراز سرش را مکررن به میز می کوبد و در نهایت خود را می کشد. در پی این حادثه کارتر لی را متهم می کند که همه چیز را خراب کرد. می گوید که می توانستند این مرد را دستگیر کنند و پرونده را ببندند، اما حالا اوضاع پیچیده تر شده. کارگاه همچنین فاش میکند که کاریان از پشت بام کلینیک روانی پریده و لینگدراز باید بهش گفته باشد که این کار را انجام دهد، درست همانطور که به دیگران گفته بود. بعدن لی با همراهی مامور براونینگ به خانه مادرش میرود تا از او بازجویی کند. لی از براونینگ میخواهد داخل ماشین بماند. در صورت لزوم برای پشتیبان تماس میگیرد که افسر با آن موافقت میکند. لی وارد خانه میشود و به این طرف آن طرف نگاه میکند، اما کسی را نمییابد. اما در کمال تعجب، در نهایت شوک لی روت را می‌بیند که لباس راهبه به تن دارد و براونینگ را به ضرب گلوله می‌کشد. این لی را به وحشت می‌اندازد، بنابراین با یک تفنگ در دست به مادرش نزدیک می‌شود. به زودی متوجه می‌شود که روت به سمت عروسکی که در مقابلش قرار دارد نشانه می‌رود. عروسکی که خیلی شبیه به لی جوان است. لی می‌پرسد که چرا این کار را انجام داده و روت زیر لب زمزمه می‌کند که اونا لینگدراز را گرفتند و اون حالا آزاد است. روت بعد به دخترش میگوید که خودش هم آزاد است و به عروسک شلیک میکند که باعث میشود دود سیاهی از سر لی خارج شود. لی در نهایت هوشیاری خود را از دست میدهد و دود سیاهی از توپ فلزی عروسک نیز خارج میشود. سکانس به یک فلشبک به سال 1974 تبدیل میشود، جایی که لینگدراز برای کشتن خانواده لی برمیگردد، چون لی پدری برای انجام قتل نداشت. روت برای نجات دخترش التماس کرد و در نتیجه اونا به توافق رسیدند. لینگدراز به لی قول داد که اگر روت به او و شیطان کمک کند نقشه اونا رو اجرا کنند، نجات خواهد یافت. پس از آن لینگدراز در زیرزمین خانه روت زندگی کرد و عروسک های شیطانی می ساخت. روت با لباس راهبه این عروسک ها را به خانواده ها تحویل می داد و وانمود می کرد که هدیه ای از طرف کلیسا است. معلوم می شود که عروسک ها با زمزمه های شیطانی آمیخته شده بودند که پدران را شستشوی مغزی می داد و متقاعد می کرد که خانواده هایشان را به قتل برسانند. رود در ابتدا پشیمان بود و حتی بعد از هر جنایت استفراغ می کرد، اما با گذشت زمان تمایل بیشتری برای ادامه نقش خود پیدا کرد و انگیزش نیز از این کار محافظت از دخترش بود. در زمان حال لی در زیرزمین مادرش به هوش می آید و به سرعت به طبقه بالا می رود. هیچ نشانه ای از روت پیدا نمی کند، اما به زودی یک پیام صوتی با صدای لینگدراز دریافت می کند که بهش یادآوری می کند که امروز تولد روبی است. لی متوجه می شود که این آخرین قتلی است که برای تکمیل مراسم شیطانی برنامه ریزی کرده بود و به سمت خانه کارتر می رود. در بعد و ورود آنا و کارتر به گرمی ازش استقبال می کنند و در ابتدا همه چیز عادی به نظر می رسد. اما وقتی لی به داخل خانه می رود، از دیدن مادرش که آنجاست و لباس راهبه به تن دارد وحشت می کند. ترسش زمانی تشدید می شود که می بیند عروسک از قبل باز شده. لی عصبانی به کارتر هشدار می دهد که این زن مادر اوست و همدست لینگدراز. اما به نظر می رسد کارتر که از قبل تسخیر شده از گفته های لی عصبانی می شود. بعد آنا پیشنهاد می کند که کیک را ببرند، بنابراین اون و کارتر هر دو به آشپزخانه می روند. با مشاهده این لی از مادرش میپرسد که چرا این کار رو میکند، که روز نشان میدهد که اگر این کار رو نکند هر دو خواهند مرد و در جهنم خواهند سوخت. در این لحظه صدای کارتر رو میشنوند که با چاقو همسرش رو میکشد. روت ادعا میکند که این کار رو برای لی انجام میدهد، درست مثل همیشه. در همین حال روبی که احتمالاً تحت نفرین قرار دارد از عروسک شیطانی خوشحال میشود. درست همان لحظه کارتر از راه میرسد و برای کشتن دخترش آماده میشود. بنابراین لی با شلیک گلوله اونو می کشد. این باعث عصبانیت روت می شود و سعی می کند دختر کوچک رو با چاقو بزند.
اما لی به مادرش نیز تیراندازی میکند. در سکانس آخر قهرمان ما سعی میکند به عروسک شلیک کند، اما تفنگش شلیک نمیکند. لی و روبی که بی احساس به نظر میرسند یخ زده در جای خود ایستادند و هر دو به عروسک خیره میشوند. فیلم با یک فلشبک از لنگ دراز به پایان میرسد که قبل از مرگش فریاد میزند زنده باد شیطان، و بعد مردک جذاب و خوشتیپ بینندگان را میبوسد.